زمانی الله تبارک و تعالی عبادت انسان را قبول میکنه که شرط خشوع او باشه، و زمان هدایت انسان را از گمراهی و از فحشا و از منکر باز میداره که خشوع در او باشه. زمان عبادت انسان را معنویت میده، ایمانش از آزه میکنه که اینمی خشوع در او باشه. عبادت بدون خشوع و عبادت خشک هیچ تأثیر در زندگی انسان نمیکنه. هیچ وقت مفاهیم ایمانی در قلب زنده نمیکنه. هیچ وقت یاد الله و عظمت الله را در قلب زنده نمیکنه. و خشوع چیزی نیست که زود به دست بیاید. اول قلب انسانی باید بستر بر جلب خشوع را داشته باشه. قلب غافل بیدار نمیشه. قرآن کریم میگه قلب های هستن از سنگ سخت‌تره. و حرکت انسان از اینجا شروع میشه که قلبش سخت شوه و تأثیر نکنه، بیدار نشه، به خود نیایه، غافل باقی بمانه. قلب غافل خشوع نمیتونه. قلب مرده در مقابل الله خشوع نمیتونه. قلب جاهل در مقابل الله خشوع نمیتونه. پس ما نیاز به علم داریم، نیاز به انگیزه خیر بر شناخت دین الله داریم. و با اینمی حالت و با اینمی روحیه اگر نماز بخونیم، بله نماز ما تأثیر میکنه. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم امینه و نماز بود. در سخت ترین و بحرانی ترین حالات پیامبر به نماز پناه میاره. چرا؟ پیامبر اوج آرامش خود را در نماز میابه. ما در نماز آرامش داریم یا از نماز گریزانیم؟ یک حس عجیبه داریم وقتی نماز می به جای از احساس خوشی احساس سنگینی به ما دست میده. حال باز وقت نماز در نماز صاد میشیم به جای از اینکه امی مفاهیم در مقابل الله زنده باشه، چیزهای دیگه در ذهن ما میاد. که خودت میگیم که باشی خلاص شوه، این حالت فرار از نمازه. تیز میخوان تیز میخوان میگن خلاص آرام در ابران میگم من که سبحان الله سبحان الله میگم خلاص خوشا میشیم که خود دیگه این دیگه نماز چی تأثیر میکنه؟ چرا نماز میخوانیم؟ احساس زیادت ایمان را نداریم. چرا از نماز خود لذت نمیبریم؟ سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گپ بسیار عجیب است. میگه اگر انسان لذت مفاهیم معنوی را بفهمه، هرگز او را با لذت های زودگذر و دروغین دنیا عوض نمیکنه. عبادت الله بزرگترین لذت معنوی داره. لذت های معنوی با لذت های مادی مقایسه نمیشن. چی؟ انسان لذت مادی بسیار مقطعی و زودگذر است، اما چیزی که انسان بسیار لذیذ فکرش بکنه خیلی زود که انسان خسته میسازه. لذت های معنوی رقم نیست. هر درجه از درجات لذت های معنوی حس متفاوتتر بر انسان میده. قلب انسان را دگرگون تر میسازه. مفهوم زندگی را بر انسان دگرگون میسازه. به همین خاطر او انسان هایی که همین مفهوم را دارن در سخت ترین شرایط اوج راحتی را میکنه.